گروه طالبان برای سومین سال متوالی جشن باستانی نوروز را در افغانستان ممنوع اعلام کرده و مانع برگزاری مراسم های مذهبی و سنتی شهروندان افغانستان شدند. در برخی از استان ها جمله کابل اما مردم مراسم های جشن نوروز را برگزار کردند. بر اساس گزارش به رغم مخالفت طالبان هزاران تن از شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام در زیارتگاه سخی شهر کابل علم منصوب به حضرت علی علیه السلام را برافراشتند. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده انبوی از جمعیت در این مراسم دیده می شوند. از سوی دیگر منابع در استان غزنه می گویند که طالبان در این استان مانع برگزاری مراسم برافراشتن علم در منطقه گذرگاه سخی شدند. همچنین طالبان اجازه برگزاری مراسم برافراشتن علم حضرت علی علیه السلام در شهر مزاف شریف را ندادند. مراسمی که در سالهای پیش ده هزار بازدید کننده را از استانهای مختلف و حتی کشورهای همسایه به خود جلب می کرد. منابع محلی در استان بدخشان هم گفتند شماری از شهروندان شهر فیزاباد مرکز این استان که میخواستند نوروز و مراسم برافراشتن علم یک زیارتکار را تجلیل کنند توسط طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند قبل از این نوروز در افغانستان تعطیل رسمی بود ولی امسال حکومت طالبان با نواختن زنگ مکاتب در کابل به صورت رسمی آغاز سال تحصیلی را اعلام کرد. سال گذشته وزارت امره به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نوروز را جشن غیر اسلامی خوانده و اعلام کرده بود که هیچ کسی در افغانستان نباید از نوروز تجلیل کند. شهروندان به ویژه فرهنگیان افغانستان این اقدام گروه طالبان را آپارتاید فرهنگی قلمداد کرده و آن را محکوم کردند.